اون بعد از هیپنوتیزمی که روش انجام میشه میتونه با دنیای مرده ها ارتباط برقرار کنه اون بعد از این اتفاق میتونه روح یک زن رو ببینه و این روح میخواد بهش یه چیزی رو بگه تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید اول فیلم این جقل بچه جیک رو میبینیم که توی وان هموم و پدرش هم تام گیتار به دست داره نگاهش میکنه بعد از اینکه همومش تمام میشه جیک شروع میکنه به حرف زدن با دوست خیالیش و ازش میپرسه که اون دنیا چطوری هستش پدرش میره سوپرمارکت وسایل بخره که وقتی که میره طبقه پایین مامان جیک مگی رو میبینه که داره با خواهرش لیزا حرف میزنه لیزا به محض دیدن تام لو میده که مگی بارداره تام شوکه میشه از واکنشی که داره به نظر میرسه که زیاد خوشحال نیستش بعد از این افشاگری بزرگ تام لیسا رو میفرسته دنبال نخودسیا و خودش میره پیش مگی تا باش حرف بزنه از قرار معلوم تام زده تو کار جدید و نمیتونه زیاد برای خانوادهش وقت بذاره با این حال مگی ازش حمایت میکنه و میگه که اشکال نداره چند صد میگذره و تام جیک رو میخوابونه و خودش با مگی و لیسا میرن به پارتی تام و فرانک و دوستاشون میشینن بحث فوتبالی میکنن این وسط فرانک چشمش به دختره افتاده و میخواد که باهاش بریزه رو هم که زنش مچش رو میگیره بعد از اینکه پارتی تمام میشه تام و بقیه میشینن روی کاناپه و در مورد هیپنوتیسم و جادو جنبر با هم دیگه بحث میکنن تام به لیسا که کارش هیپنوتیزمه اجازه میده که روش هیپنوتیزم کنه ما هیپنوتیزم لیسا تام به خواب میره و یه سری خاطرات و تصاویر ناخوشایند رو میبینه اما زمانی که بیدار میشه چیزی یادش نمیاد خلاصه اون شب سپری میشه و تام و مگی برمیگردن خونه با این حال اون تصاویر هنوز ذهن تام رو درگیر کردن و نمیذارن که بخوابه تام میره توی دستشویی و دو تا استامینوفن میندازه بالا و برای اینکه ذهنش آزاد کنه میره پایین و یه آب هم سر کشه. بعد میشینه جلوی تلویزیون که ناگهان روح همون زنی که توی تصاویر میبینه جلوش ظاهر میشه تام زهره ترک میشه و برمیگره طبقه بالا که جیک رو میبینه جیک بهش میگه بابا چیزی نیست این روی از خودمونه بابا با تمام این بدبختی ها اون شب میگذره و صبحش که تام میخواد بره سر کار درباره توهماتش به مگی میگه مگی فکر میکنه که شلوار تام دو تا شده و حتما اون زنه دوست دختر تام یا همچین چیزایی بد باشه چرا خانمها همیشه تصورات بد راجع به مرد دارن وسط کار تام به لیسا زنگ میزنه تا ببینه که چه سرش آورده لیسا در جواب میه که ممکنه که ذهنش رو به دنیای ارواح باز کرده باشه ولی چون که اولین بارش بوده نمیدونه که چطور باید درستش کنن دمت گرم زدی رویدی تو کله ما نمیدونم چجور باید درستش کنی کمی <تصفح> <تصفح> بعد مگی از خونه به لیسا زنگ میزنه و ازش میخواد که از جیک مراقبت کنه که وسط صحبتشون جیک میگه که زنگ بزنه به دبی تا بیاد و پرستارش بشه وقتی که مگی ازش میپرسه که دبی رو از کجا میشناسه جیک میگه که دوست روحش سامانتا بهش گفته همون شب دبی میاد به خونشون و تام به طرز عجیبی سری نور قرمز رو دور میبینه می‌بینه. با این حال تام و مگی با فرانک و همسر شیلا میزنن بیرون تا برن پارتی توی خونه دبی میشینه کتاب میخونه و با یه بی سیم حواسش به جیک هسته این وسط تام حالش خوب نیستش انگار مغزش درگیر چیزی و نمیتونه تمرکز کنه در همین حال دبی از بی سیم متوجه میشه که جیک نخوابیده و داره با یکی حرف میزنه در نتیجه میره به اتاقش و جیک بهش میگه که داره با دوستش سامانتا حرف میزنه دبی احساس خطر میکنه و جیک رو با خودش میبره ناگان حس ششم تام فعال میشه و حس میکنه که دبی داره کارایی میکنه اون به سمت خونه و مگی هم به دنبالش تام با اون نورهای قرمز دبی رو دنبال میکنه و بالاخره توی ایستگاه قطار گیرش میندازه تام جیک رو پس میگیره دبی میگه که داشته جیک رو میبرده پیش مادرش سامانتا که توی ایستگاه قطار کار میکنه و شش ماه هم هستش که بچهش رو ندیده تام متوجه میشه که روح داخل خونهشون همون سامانتا بوده و تصمیم میگیره که ازشون شکایت نکنه بعد از اون تام و مگی برمیگردن خونه و از جیک درباره سامانتا میپرسن ناگهان سامانتا از طریق جیک باهاشون حرف میزنه و اونو سرشون میریزه ولی وقتی که میخوان باهاش حرف بزنن سامانتا دیگه جواب نمیده هر چقدر به جک اصرار میکنن دوباره سامانتا بر نمیگرده اون شب تام میره جلوی تلویزیون تا شاید دوباره روح سامانتا رو ببینه ولی دیگه خبری نمیشه صبح روز بعد مگی و لیسا میرن پنجشنبه بازار و مگی همه چیز رو برای لیسا توضیح میده تام هم از اون طرف میره پیش صاحب خونشون و درباره سامانتا ازش میپرسه ولی چیزی دستگیرش نمیشه بعد از چرت بعد از ظهر تام از کاناپه بلند میشه و یه نوشته از مگی میبینه که گفته که جک رو داره میبره به پارک تام میره طبقه فرانک رو میبینه فرانک میگه که دارن یه سورپرایز پارتی براشون میگیرن تام که فکر میکنه فرانک چیزی زده میره خونهشون و پسر فرانک آدام رو میبینه که میخواد با اسلحه خودکشی کنه اون سعی میکنه که جلوش رو بگیره ولی آدام ماشه رو میکشه و بوم اینجا میفهمیم که همه اینا رو تام خواب میدیده ولی وقتی که برای بار دوم از کاناپه بلند میشه دوباره همون نوشته مگی رو میبینه در نتیجه میره خونه فرانک و به محض رسیدن یه صدای شلیک از داخل میشنوه تام میره داخل و آدام رو, رو روی زمین میبینه که میخواسته خودکشی کنه ولی خوشبختانه نمرده بعد از اون پلیسا از راه میرسن مگی و جیک دارن از دور همه چیز رو نگاه میکنن ولی مگی اهمیتی نمیده و جیک رو به خودش میبره به پارک اونا با هم دیگه میرن به قبرستون کنار پارک و جیک متوجه یه مراسم ختم میشه که چند تا افسر پلیس تو شرکت دارن جیک بهشون نزدیک میشه و به یکیشون اشاره میکنه بعدش هم برمیگرده پیش مگی و با هم دیگه به راهشون ادامه میدن بعد از چند دقیقه همون افسر پلیس میاد پیش مگی و بهش میگه که جیک یه پسر استثنایی هستش و چشمهای خاصی داره بعد از کمی حرف افسر پلیس آدرسش رو به مگی می میده و از اونجا میره وقتی که افسر داره از اونجا میره جیک بهش میگه خداحافظ نیل مگی در عجب میمونه که جیک از کجا اسمش رو میدونست شب میشه و مگی به تام و جیک میگه که میخواد بره پیش نیل ولی اونا انقدر مشغولن که اصلا متوجه نمیشن مگی از خونه میزنه بیرون و با هزار زحمت نیل رو پیدا میکنه نیل بهش میگه که تام الان یه معامله با اون روح داره و تا وقتی که نفهمه اون معامله چی و انجامش نده اون روحه ولش نمیکنه مگی برمیگرده خونه و میره دوش بگیره که سامانتا وارد حمام میشه حریم خصوصی هم ما نداریم تو این خونه اون روح آب وان رو سرد میکنه مگی که فکر میکنه که آب گرم کن خراب شده میره پیش تام تا براش درستش کنه ولی چون که تام سرش مشغوله تصمیم میره که خودش دست به کار بشه ما مردم که به درد هیچ کاری نمیخوریم خود مگی آب گرم کن رو درست میکنه این وسط که مگی تو زیر زمینه تام دوباره توهم میزنه و سامانتا رو میبینه سامانتا دستش رو به سمت تام دراز میکنه و تام احساس خفگی میکنه مگی از زیر زمین در میاد و توی لحظه آخر تام رو نجات میده بعد از این قضیه تام میره به خونه لیسا و ازش میخواد که دوباره هیپنوتیزمش کنه او تو رو خدا اینو از رو سر ما بردار به شروع به هیپنوتیزم میکنه تام یه صحنه از سامانتا رو توی سینما میبینه سامانتا به تام حمله میکنه و تام کلمه کندن رو روی پرده سینما میبینه تام از هیپنوتیزم در میاد و به لیسا میگه که باید بره بکنه حالا چی میخواد بکنه خدا میدونه امیدوارم که بوی زیادی نداشته باشه اون از اونجا به سرعت میره روز بعد مگی از سر کار میرسه خونه و تام و جیک رو میبینه که توی حیات با بیل افتادن به جون زمین مگی از تام میپرسه که چه خبره و تام میگه که باید بکنه آقا اینقدر نکن جون مادرت مگی ازش میخواد که بس کنه و تعدید میکنه که پلیس زنگ بزنه تام ازش می‌پرسه که میخوای بهشون چی بگی جناب سروان شوهرم داره یه چاله توی حیاتمون میکنه و من دارم اذیت میشم مگی ناراحت میشه و میره داخل خونه کمی بعد تام هم بهش ملحق میشه و ازش معذرت خواهی میکنه که همون لحظه تلفن زنگ میخوره مگی گوشی رو برمیداره و بهش خبر میدن که مادر بزرگش فوت کرده مگی از تام میخواد که با هم دیگه برم به مراسم مادر بزرگش. ولی تام میگه که باید به کندن ادامه بدم مگی عصبانی میشه و روز بعد جیک رو برمیداره و به ماشین میره به مراسم تام به پروژه گنجابیش ادامه میده و میره زیر زمین تا یه سری وسایل بیاره که ناگهان یه سوراخ عجیب کف زیر زمین پیدا میکنه تام شروع میکنه به کندن اون سوراخ ولی بعد از مدتی متوجه میشه که برای کندن کف سیمانی زیر زمین به چیزی بهتر از بیل و کلنگ احتیاج داره در نتیجه میره یه بیل مکانیکی اجاره میکنه و با سر صدایی که ایجاد میکنه توجه صاحب خونه رو جلب میکنه در همین حال بعد از تمام شدن مراسم مگی هم به تام زنگ میزنه و بعد از اینکه هر دو طرف معذرت خواهی میکنن مگی میگه که داره برمیگرده به خونه ولی جک با برگشتن مخالفت میکنه لیسا قبول میکنه پیش جیک بمونه و مواظب بنابراین بنابراین مگی تنهایی برمیگرده توی خونه تام هنوز مشغول کندن زمینه که خیلی تصادفی کلنگش میخوره به دیوار کناری و آجرهای دیوار میافته. تام بقیه آجرهای اون دیوار رو برمیداره و جسد سامانتا رو پیدا میکنه تام دستش رو دراز میکنه تا جسد رو لمس کنه که ناگهان وارد خاطرات سامانتا میشه توی خاطراتش تام میبینه که آدم و پسر صاحب خونه تام به سامانتا دست میکنه وقتی که سامانتا شروع میکنه به جیغ زدن اونها مجبور میشن که با پلاستیک صورتش رو بپوشونن که باعث خفه شدن و مرگ میشه. جک با فهمیدن قضیه سریع میره خونه فرانک و براش توضیح میده که فهمیده که چرا آدم میخواسته خودکشی کنه. اون می بردش به زیرزمین خونهشون و با نشون دادن جسد همه چیز رو براش توضیح میده. فرانک توی رابطه پدر فرزندش یکم زیادی تعصبیه. روی تام اسلحه میکشه و ازش میخواد که فرار کنه. تام به مزه در اومدن از زیرزمین میخواد از اونجا بره که صاحب خونش در رو میزنه. اون درباره سر صدا ازش سوال میپرسه. تام میگه که میخواسته لولای آب رو تعمیر کنه. صاحب خونه در جواب میگه که لولای آب اصلا داخل زیرزمین نیست. بابا در نتیجه تام دستش رو میشه و فرار میکنه. ولی میریزن سرش رو میخوان که با یه شلیک بفرستنش پیش سامانتا توی لحظه آخر مگی از راه میرسه و بوق ماشین رو میزنه وقتی که تام پیداش نمیشه مگی مشکوک میشه و با یه چاقو وارد خونه میشه ناگهان صاحب خونه بهش حمله میکنه و تام نجاتش میده همون لحظه فرانک از زیر زمین در میاد و جفتشون رو هم میکشه این وسط روح سامانتا به شکل انسانی در میاد و میبینه که بالاخره آزاد شده روح سامانتا توی افق محو میشه و میتونه با خیال راحت بره به اون دنیا تفری تو افق محو شد بعد از تمام این قضایا تام و مگی و جک از اون خونه نقل مکان میکنن و جسد سامانتا رو برمیگردونن به خانواده‌اش فرانک هم خودش رو تحویل پلیس میده و میبینیم که توی ماشین جک گوشهاش رو گرفته تا صدای ارواح رو نشنوه حالا همه روحا میخوان که جک بنده خدا مشکلاتشون رو حل کنه طفل معصوم از جک